امیر، شما چقدر بیانیه حماس را قابل قبول میدانید و آیا میشه فکر کرد حالا با این مقدمه ادبی هم که دور آقای فرهمند بهش اشاره کردن میتونه یک بیانیه خداحافظی باشه؟ نه مسلماً بیانیه خداحافظی نیست. در قاموس گروه های مانند حماس و حکومت اسلامی ایران واژه شکست وجود نداره، اونا همیشه پیروزن. در مورد اینکه آیا این نشان تسلیم یا نه، مسلماً خیر. اسرائیل برخلاف جنگ های گذشته این بار از نظر تبلیغات بین المللی بهتر عمل کرد، نه که من راضی باشم، میتونستن بیشتر اقدام بکنن ولی بهتر عمل کرد. در مورد روایت های اسرائیل، چیزی که مهمان قبل از من گفتن آقای منیشه در مورد اینکه اسرائیل برنده بوده، به نظر من برنده نبوده. به مرور زمان اون تصاویری که از غزه اومد بیرون کلا جنگ رو به نفع تا حدی به نظر من به نفع حماس جلو برد، با اینکه خب قدرت نظامی فلسطین وارد اسرائیل وارد جنگ غزه شد و الان هم میدونیم بعد از 3 ماه هنوز و اون اهدافی که تعیین کردن نرسیدن. گروه های اینچنینی که خودشون رو جنبش های مقاومت نام میگذارند، اگر که پیروز بشن که خب فاتحند و پیروز، و اگر هم که سرکوب بشن و کشته بشن که خب شعار خون بر شمشیر پیروز است همیشه وجود داره و باز هم خودشون رو پیروز مینامند در پیشگاه تاریخ. و البته این جنگی هم که الان اسرائیل با حماس داره، حتی اگر باعث نابودی کامل تک تک نفرات حماس بشه، هیچ از لحاظ نظامی هیچ افتخاری برای اسرائیل نخواهد بود. خانم برادوس، سود و زیان جمهوری اسلامی رو چگونه می‌بینید در رابطه با جنگ حماس و اسرائیل؟ فقط لطفاً کوتاه بفرمایید. سودش اینه که جمهوری اسلامی نشون داد که میتونه با داشتن گروه‌های شبه نظامی واقعاً قدرتی رو در خاورمیانه به دست بگیره و اگر جزی از بازی نماشه تمام بازی رو به هم خواهد زد و برای همین هم قدرت خودش رو نشون داد. مثلا من بار هم گفتم با قدرتی که روسی‌ها نشون دادن که بله این کارت برنده‌ای هست که میتونه جهان رو دچار مشکل کنه. جمهوری اسلامی اساساً خواهان راه افتادن این جنگ نبود، ولی به هر حال خواسته یا ناخواسته در برابر این جنگ قرار گرفت و تونست قدرت نمایی هم بکنه. همه گروه های شبه نظامی متحد با خودش رو فعال کرد. اگر یک مجموعه در نظر بگیریم، تا کنون تونستن قدرت نمایی بکنن.